شبکه خبری و تلویزیونی CNN هفته گذشته لیست اندوخته‌های نقدی متصدیان و مقامات عالی جمهوری اسلامی و بستگان و وابستگان آنها را انتشار داد. در توضیح مطلب اعلام داشت که CNN توسط یکی از کارکنان ایرانی بانک‌های کشور مالزی به لیستی از پول مقامات و رهبران جمهوری اسلامی در خارج از کشور دست یافته است. این لیست در بخش آی ریپورت در سایت CNN منتشر شده، به این معنا که از طرف کاربران برای این خبرگزاری ارسال شده و از طرف خود CNN نیست. این لیست مربوط به سال 2011 است و تا کنون این حساب ها ممکن است تغییرات زیادی کرده باشند. لیست مورد بحث به شرح زیر است. عیسی کلانتری 3.2 میلیون یورو در بلژیک، 1.2 میلیون دلار در ایتالیا، حسین طائب 122 میلیون دلار در امارات عربی، 42 میلیون یورو در ایتالیا، سردار احمد وحیدی 32 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 65 میلیون دلار در ترکیه، 122 میلیون دلار در آلمان، عباس کدخدایی 2.5 میلیون دلار در ایتالیا، 7.1 میلیون دلار در کویت، 3.2 میلیون دلار دبی، مشتبه مصباح یزدی 184 میلیون دلار در دبی، 221 میلیون دلار از نخب کمپانی، 55 میلیون یورو در اسپانیا، علی مصباح یزدی 45 میلیون دلار امارات متحده عربی، 17 میلیون دلار در ترکیه، 65 میلیون پوند در بانک انگلیس، 75 میلیون دلار در آفریقای جنوبی، حسین فیروزآبادی 320 میلیون دلار در مالزی، 65 میلیون دلار در ایالات متحده عربی، 103 میلیون دلار در کویت، 17 میلیون دلار ترکیه. پرویز فتا 16 میلیون دلار ترکیه، 22 میلیون دلار سوئیس. اسپانیار رحیم مشایی 5.2 میلیون دلار در آلمان، 32 میلیون دلار در ایتالیا، 41 میلیون دلار در دبی. علی اکبر ولایتی 244 میلیون یورو در آلمان، 6 میلیون یورو در استرالیا، 56 میلیون دلار در مالزی. محمد محمدی ری شهری 241 میلیون دلار النخب کمپانی، 121 میلیون دلار در دبی، 48 میلیون دلار در آلمان و 43 میلیون دلار در ایتالیا. محسن هاشمی بهرمانی 35 میلیون دلار در امارات متحده عربی، 56 میلیون دلار در بلژیک. محسن هاشمی ثمره 11 میلیون دلار در قطر، 5.9 میلیون دلار در مالزی. علی لاریجانی 185 میلیون یورو در استرالیا، 16 میلیون یورو در امارات متحده عربی، 112 میلیون یورو در مالزی.